ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری روبه هدیه است و خوشم می آید. با شما هستیم دوستان عزیز و روغن زیتون کمی داخل دیگه اضافه کردیم. بادنجان سیاه که مکمل ما به شکل خمیر آمده ساختیمش همراه با ساتور مکمل میده میده شد اضافه میکنیم. یک کمک زعفران بالاش اضافه میکنیم. به اندازه که زیاد نه. این اضافه کردیم و باید حالا چی شوه؟ مخلوط شوه. و به شکلی رو وقتی آماده ساختیم ما یک کمک پیاز هم داخلش اضافه میکنیم. به شکل پیازی که کمک رنگش تغییر دادیم بادنجان سیاه آیسته آیسته آماده میشه و مصالحه که اضافه میکنیم کمک تخم گشنیز است و کمک مرچ سیاه است و دیگه مساله شیج است. خب یک کمک مساله سبزی هم اضافه میکنم به خاطر اینکه خوشبوی زیادی داشته باشه. و یک کمی هم تخمه گشنیزی که این قسمت بود. این بود مسالش و حال باز هم به شکل مخلوطش میکنیم. آسته آسته جوش میخوره و به شکل خوبی آماده میشه. به خاطر از اینکه ما بتونیم خوبتر آمادهش کنیم یک کمک آب اضافه میکنیم. به اندازه آب اضافه کردیم و باز هم به این شکل کمی مخلوطش میکنیم تا خوبتر آماده شد. این آسته آسته فقط ما میخوایم کمی جوش بخوره خلاص. وقتی به شکل آماده شد نوبت میرسه برای دیگه موادش که اضافه کنیم ولی باز همین قسمت ما زیادتر مواد داریم. یعنی شروع میکنیم اول از کمک آب داخلش اضافه میکنیم چون که زیاد غلیظ است. ما نمیخوایم قدر زیاد غلیظ هم باشه این چکه یا قروتی که نرم شده پیش از پیش تیار داشتیم. و می اندازه آماده شد بس شد. اینجا بادنجان دالت جوش است کاملا جوش میخوره و ما دایی دیگه دیگه برنج هم را با گوشتی که داریم این را هم به می شکل داخل ازی خالی میکنیم. و حال نوبت چیست؟ نوبت از ایست که همه مواد که داخلی دیگه است خوب مخلوطش کنیم. برنج، گوشت و بادنجان سیاهی که هست. باید به شکل بسیار خوبی مخلوط شود. مصاله را هم اضافه کردیم. کیوب داشت و برنج هم اضافه کردیم. به این شکل میگذاریمش. هم موادش آماده شد. دیگه هیچ چیزی ضرورت نداره. برای حرارت کم برای چند دقیقه میگذاریمش تا خوب دم بگیره.
به می شکل وقت دم گرفت نوبت عزیز که از داخل دیگ بکشیمش و تا وقتی از داخل دیگ میکشیم میره میریم یک بار دیگه مواد لازم رو میبینیم برمیگردیم باز هم با ما باشید. مواد لازم حلیمه بادنجان سیاه: بادنجان سیاه 1 کیلو، گوشت 200 گرام، پیاز 3 عدد، بادنجان رومی 2 عدد، قرود قدر ضرورت، 4 مغز 100 گرام. با شما هستیم دوستان عزیز. غذایی که میخواستیم آماده شد داخل دیگ هم کشیدیم، داخل کاسه هم کشیدیمش از داخل دیگ و به شکل تزیینش هم کردیم. کدام تزیین خاصی نداره. پیازی که آماده ساخته بودیم کمک سرخش کردیم و به شکل داخل بشقاب تزیینش میکنیم همراه با چکه و چند عدد چارمغزی که ما خواستیم بالاش بگذاریم به خاطر از اینکه وقتی هم رو با چارمغز استفاده کنیم مزه بسیار خوبی می داشته باشه، به شکل خوبی می تونیم آماده سازیم و همراه با کمک زعفران و کمک مسئله که خوبتر مزهش میکشید آماده ساختیم. و بازم کسی که برنامه رو تا آخر تعقیب کردن نتونستن میترن 654 دار کنن، کلید 44 و 1 دار کنن، برنامه رو به شکل صوتی میشنون. و کسایی که پیشنهاد انتقاد و کدام فرمایش خاصی دارن میتونن که بر 654 تماس بگیرن، کلید 44 و 2 دار کنن. پیشنهاد انتقادشان به ما میرسه و جوابشان هم بسم الله جان میتبرشان. این بود برنامه امروز، تا برنامه فردا شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. شاد و موفق باشید. تا آشپزی دیگر به همکاری روبه هدیه است و خوشم می آید.